گروه رسانه های شبکه جم، گروه رسانه و سرگرمی به نام جنرال انترتینمنت اند میدیا گروپ، یعنی جم گروپ، متعلق به سعید کریمیان فقید که دفاتری در شهرهای دبی، لندن، آنتالیا، کوالالامپور و لس آنجلس داشت. جم گروپ در شبکه های ماهواره‌ای به 52 عدد رسیده بود که زبان های فارسی، کردی، عربی و به شبکه های آذری و ترکی به صورت اشتی و استی روی ماهواره یاسد و در فرکانس های مخصوص خودش حضور داشت. اما تاریخچه شبکه جم، برنامه‌ای که باهاش در ارتباط هستید الان، لایک، کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه، به برنامه های قدیمی ما هم سر بزنید. جم گروپ. اما شبکه جم لایف، یکی از شبکه های تلویزیونی گروه جمه که بر روی ماهواره یاسد در حال پخش بوده. تولید و پخش برنامه های سرگرم کننده و جذاب با هدف ارتقاء سطح فرهنگ و اطلاعات عمومی و همچنین سرگرمی، خانواده های پارسی زبان رو در این شبکه همراهی میکرد. مجموعه برنامه های جم لایف در قالب موضوعاتی نظیر سرگرمی، گردشگری، آشپزی و سبک زندگی تهیه می‌شدند. تولید برنامه‌های مستند و جذاب در زمینه‌های گردشگری، حیات وحش، سلامت و بهداشت، مد و لباس و زیبایی و همچنین ارائه تازه‌های علوم فناوری و صنعت خودرو، جم لایف رو به یکی از محبوب‌ترین رسانه‌های تلویزیونی تبدیل کرد. جم لایف هم اکنون بر روی ماهواره یاسد با کیفیت استی در حال پخشه. اما مهمترین رکن شبکه جم یا گروه شبکه های جم، سعید کریمیان در سال 1351 خورشیدی در شهر تهران چشم به جهان گشود، تا سال 1379 در ایران سکونت داشت و سپس به لندن نقل مکان کرد. سعید کریمیان در ادامه تجارت های متعدد خود و برای تبلیغ این تجارت ها تصمیم به راه اندازی شبکه تلویزیونی گرفت. در ژانویه سال 2007 شبکه جم رو تأسیس کرد. کار این شبکه از دفتر لندن آغاز و در دفاتر دبی و مالزی ادامه یافت. این گروه تلویزیونی در سال 2012 موفق به تأسیس 10 شبکه در ماهواره گردید. اکنون گروه تلویزیونی جم دارای دفاتر متعدد در کشورهای مختلف و 40 شبکه تخصصی و سرگرمیه. گروه تلویزیونی جم برای اولین بار شبکه‌های فارسی زبان با کیفیت HD رو راه اندازی کرد. برای اولین بار مسابقات ورزشی المپیک رو به صورت زنده پخش کرد. برای اولین بار در تاریخ رسانه‌های فارسی زبان، افراد با سنین مختلف شبکه‌ها و برنامه‌های مخصوص به خود رو داشتن و به آموزش و ایجاد سرگرمی به صورت توأمان پرداخته شد و در سال 2015 این گروه تلویزیونی تولید فیلم و سریال به زبان فارسی رو آغاز کرد و بیش از 40 فیلم سینمایی و 10 سریال تولید نمود. گروه تلویزیونی جم در میپکام در سال 2016 فرانسه به معرفی و عرضه آثار تولیدی خود پرداخت. گروه تلویزیونی جم در سال 2017 و 2018 در مسیر موفقیت خود
مفتخر به حضور و کسب جوایز متعدد بین المللی برای فیلم رویای آناتولی به تهیه کنندگی سعید کریمیان و به کارگردانی محمد راوندی در فستیوال‌های جهانی گردید که از آن میتوان به حضور در فستیوال بین المللی فیلمسازان جهانی سینما در لندن، فستیوال بین المللی فیلم نویدا در هند، فستیوال بین المللی فیلم هالیوود در آمریکا، فستیوال بین المللی فیلم ایتالیا اشاره کرد. نامزدی در رشته‌های بهترین فیلم خارجی از فستیوال بین‌المللی فیلمسازان جهانی در سینمای لندن، بهترین کارگردانی فیلم خارجی از فستیوال بین‌المللی فیلمسازان جهانی سینما در لندن، استعدادهای جدید فیلمسازی از فستیوال بین‌المللی فیلمسازان جهانی لندن، جایزه ویژه هیئت داوران از فستیوال بین‌المللی فیلم نویدای هند و جایزه بهترین فیلم در همه ژانرها از فستیوال بین‌المللی فیلم هالیوود در آمریکا بود. و برنده جایزه در بهترین فیلم خارجی از فستیوال بین المللی فیلمسازان جهانی در لندن و جایزه ویژه هیئت داوران از فستیوال بین المللی فیلم نوادای هند و فستیوال بین المللی فیلم هالیوود گردید. و اما در ادامه، سعید کریمیان در ژانویه 2013 در فیسبوک رسمیش نوشت او و خانوادش هیچگاه عضو هیچ گروه سیاسی نبودند و نخواهند بود. او هدف از این شایع پراکنی ها را تنها تخریب وجهی شبکه تلویزیونی موفق خودش دونست. سعید کریمیان در شامگاه 9 اردیبهشت ماه 1396 بر اثر یک حمله تروریستی در شهر استانبول ترکیه کشته شد. و همچنان شبکه‌های جم پا بر جا کار می‌کنند. یاد و نامش گرامی باد. مرسی که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید. شب و روزگارتون خوش باشه. لایک، سابسکرایب و کامنت فراموشتون نشه. به برنامه‌های قبلی ما هم سر بزنید.